برای بررسی بیشتر این خبر همراه میشیم با همکارم مراد ویسی که اینجا در استودیو همراه من هست. مراد، چه جزئیات بیشتری از این خبر داره؟ در مورد اینی که افرادی که مورد اتهام هستن به چه کشوری وابسته هستن، هنوز بحث تحقیقات در جریانه و اینی که آیا مرتبط با سپاه پاسداران هستن یا نه، این رو نمیشه با قطعیت گفت. خود FBI هم گفته در حال تحقیق در این مورد. در این دو مورد فعلا حدس و گمانه و باید منتظر شد که تحقیقات FBI به کجا میرسه و خبری که ما داریم فعلا در این حده که اگرچه اسم یکی از این دو نفر شبیه اسمای ایرانیه ولی با قطعیت نمیشه صحبت کرد. خب مراد، رویکرد دولت آمریکا و FBI به خصوص در موارد مشابه این چنینی چطور بوده در گذشته؟ به نظر میاد رویکرد دولت بایدن با FBI قدری متفاوت بوده. در دو سال گذشته حد دست کم در 4 مورد خاص نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران تلاش کردند که اهداف یا افراد آمریکایی رو در درون خاک آمریکا یا کسایی که مخالف جمهوری اسلامی بودند و مورد هدف قرار بدن. اعلام شد که برای حفاظت از مایک پومپو و برایان هوک، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران و وزیر خارجه سابق آمریکا، برای هر کدومشون ماهی $1,000,000 خرج حفاظت میشه که چون سپاه پاسداران گفته ای با اینها مورد هدف قرار خواهد داد. اعلام شد که ترامپ هم تلاش شده که جمهوری اسلامی حداقل یک ویدیو درست کرد در مورد تلاش برای زدن، و از اونور مایک پومپو و برایان هوک و جان بولتون هم بودن که مورد هدف بودن. بنابراین 4 مقام آمریکایی. از یه طرف هم مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی، تلاش کرد جمهوری اسلامی بدزده و FBI ازش حفاظت کرد. در این موارد به نظر میاد همزمان با اینکه مذاکرات احیای برجام در جریان بوده، دولت بایدن روی کرده عمومیش این بوده خیلی اخبار علنی نشه که به مذاکرات آسیب نرسه، ولی FBI اینطور نبوده. FBI یک نهاد مستقل در امریکا، تحقیقات خودش رو انجام داده. از اون طرف هم ما میبینیم که در این مورد خاص به نظر میاد در 2 سال گذشته یک تغییر محتوایی و ماهوی که انجام شده اینه که به نظر میاد در 2 سال گذشته به طور خاص تلاش سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اهداف آمریکایی یا منتقد ایرانی در درون خاک آمریکا تعدادش زیاد شده. این چیزیه که در سابقهش میشه گفت و به نظر میاد که هسته های متعددی هم فعال بوده از طرف ایران و الزامی هم نداره حتما این افراد عضو سپاه پاسداران یا ایرانی باشن، میتونن غیر ایرانی باشن ولی وابسته به سپاه پاسداران. این رویکرد کلیه که میشه در این واقعه دید.